اعلام توقف دور هفتم مذاکرات احیای برجام در روز جمعه مقام های دولت آمریکا از روی کرد ایران انتقاد کرده و نسبت به شکست مسیر دیپلماسی هشدار دادند ایران در این دور از مذاکرات با تیم جدید که نشان دهنده تغییر دولت در جمهوری اسلامی بود برای گفتگوی غیر مستقیم با آمریکا جهت احیای برجام به وین آمد گزارشی از فرهاد پولادی در این باره. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه اختصاصی با برنامه نکست خبرگزاری رویترز گفت ایران در حال حاضر به نظر نمی رسد در مورد انجام آنچه که برای بازگشت به پیروی متقابل ضروری است جدی باشد دیپلمات ارشد کابینه پرزیدنت بایدن همچنین بر لزوم تصمیم گیری سریع تهران تاکید کرد so, has some very important to make ایران باید در روزهای آینده تصمیمات بسیار مهمی بگیرد و همانطور که گفتم تصمیم این نیست که همزمان آنها بتوانند به پیش برد برنامه اتمی خود ادامه دهند در حالی که مذاکرات را ادامه دهند. ما یا به توافق برمیگردیم یا باید به روش های دیگری به این مشکل رسیدگی کنیم. آقای بلینکن در ادامه در مورد پیگیری گزینه‌های دیگر در صورت عدم جدیت ایران و شکست دیپلماسی هشدار داد. پنجره فرصت در حال بسته شدن است زیرا آنچه قابل قبول نیست و ما اجازه نمی دهیم اتفاق بیفتد این است که ایران تلاش کند این روند را به درازا بکشاند و در عین حال به پیش پرشتاب برنامه اتمی خود ادامه دهد بنابراین ما همواره گفته ایم که اگر مسیر بازگشت به پایبندی به توافق به بومبست تبدیل شود گزینه های دیگر را دنبال خواهیم کرد وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که چه گذینه های مد نظر است گفت وارد جزئیات نخواهد شد اما افزود ما روی آن کار زیاد انجام دادیم و ما بحث‌های زیادی در این مورد با کشورهای دیگر و با شرکایمان انجام دادیم. جنساکی سخنگوی کاخ سفید نیز در نشست خبری روزانه خود در واشنگتن گفت روی کرده دولت جدید ایران در مذاکرات این هفته در مسیر حل مسائل هسته‌ای نبود. شش دور اول مذاکرات باعث پیشرفت شد برای راه حل‌های مصالحه و خلاقانه برای بسیاری از سختترین مسائلی که برای همه طرفها دشوار بود یافتند. متاسفانه رویکرد ایران در این هفته تلاش برای حل مسائل باقی مانده نبود و مهمتر از آن ایران این دور جدید مذاکرات را با دور جدیدی از اقدامات تحریک آمیز ای آغاز کرد. همانطور که آژانس در روز چهارشنبه گزارش داد. این نمیتواند ادامه یابد ولی پرزیدنت بایدن همچنان معتقد است که جایگزین بهتری وجود دارد او معتقد است که ایالات متحده را به پایبندی به برجام بازگرداند و تا زمانی که ایران هم همین کار را انجام دهد پایبند بماند مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده برای بازگشت به پیروی کامل از برجام در خورداد ماه متوقف و پس از یک وقفه پنج ماهه از روز دوشنبه هشتم آذر از سر گرفته شد علی باقری مذاکره کننده ارشد دولت جدید ایران روز گذشته اعلام کرد متون پیشنهادهای خود را در دو حوزه لغو تحریم ها و مسائل هسته به طرف اروپایی ارائه داده است فرهاد پولادی صدای آمریکا